به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام شایردای عزیز و نازنین سنف نهم به مکتب هادی خوش آمدید امیدوارم هر کجایی که هستید حال دلتان خوبه خوب بشن. خوب بشه خب شایردای عزیز در جلسه قبل ما در رابطه با تیزی و سرعت صحبت کردیم کدام یک از شما میتونه تفاوت عمده تیزی و سرعت برای ما بیان کنه تفاوتش در چی بود؟ آفرین بر شما آفرین خوب خوب در سال یاد گرفتین تفاوتش در ای بود که در تیزی جهت حرکت مهم نبود و ما از تقسیم مسافت بر زمان میتونستیم تیزی را دریافت کنیم اما در سرعت جهت مهم بود که متحرک ما به سمت شرق میره به سمت غرب میره شمال میره یا به سمت جنوب میره این جهت برای ما مهم بود این تفاوت عمده بود که بین تیزی و سرعت وجود داشت اما در این جلسه یعنی جلسه سوم که ما قرار داریم میخوایم که دو موضوع را با همدیگه بررسی کنیم یک حرکت مستقیم الخط میگیم که چی هسته و در ادامه حرکت مستقیم الخط منظم با همدیگه بررسی میکنیم پس با انرژی هرچی تمامتر با ما در این جلسه همراه باشید حرکت مستقیم الخط چی حرکتیه شاگردای عزیز وقتی که متحرک ما یک مسیر مستقیم تعیین میکنه در این حالت میگیم که حرکتش حرکت مستقیم الخطه دیگه مثلا روی محور x جسم شما حرکت میکنه یا روی محور y حرکت میکنه سعی منتها روی یک خط مستقیم است دیگه در این حالت میگیم که جسم ما حرکت مستقیم خط داره یا تعریف کامل ترش میگیم که در حرکت مستقیم خط تغییر موقعیت جسم متحرک نظر به مبدا یک خط مستقیم است دیگه ایشو تعریفش حالا حرکت مستقیم خط یک نمونهش حرکت مستقیم خط منظم است در این حرکت شاگرد عزیز متحرک ما فاصله های مساوی را در اوقات مساوی تی میکنن چه قسمی؟ با همدیگه ای را بررسی کنیم و تخت سیاه نگاه کنید شاگردای عزیز فرض کنید که این زمان مای مثلا صفر مثلا دو ثانیه مثلا چهار ثانیه و شش ثانیه همین قصد کافیه میگیم که از صفر تا دو ثانیه متحرک ما دو متر جابجا میشه از دو ثانیه تا چهار ثانیه دو متر دیگه جا جابجا میشه میشه چهار متر و از چهار ثانیه تا شش ثانیه باز هم دو متر دیگه تغییر موقعیت میده میشه چقدر میشه 6 متر دیگه پس در اوقات مساوی این جسم ما موقعیت های مساوی را تای میکنه که در این حالت میگیم که حرکت ما حرکت مستقیم الخط منظم است اما یک نکته خیلی خیلی مهم هم میخوام به شما بگم در حرکت مستقیم الخط منظم شاگردهای عزیز سرعت متحرک همیشه ثابته پس یک نکته یادتون باشه در سینف های بعد ما حرکت های دیگر هم بررسی میکنیم حرکت با شتاب ثابت هم یاد میگیریم و شما وقتی که در سوالات کانکور مواجه میشید باید نوع حرکت تشخیص بدید دیگر ما هم اینجا به شما میگیم که در حرکت مستقیم خط منظم سرعت متحرک هم وارد ثابته پس در مسئله اگه به شما بیان کرد که سرعت متحرک ما ثابته شما تشخیص میدین که حرکت شما از نوع حرکت مستقیم خط منظم هستن نکته بعدی شاگردای عزیز نکته بسیار مهمیه وقتی که گفته سرعت متحرکی ثابته و برابر با وی متر بر ثانیه یعنی متحرک شما در هر ثانیه به اندازه وی متر تغییر موقعیت میدن مثال بزنیم به تخت سیا نگاه کنید به ما گفته در مسئله که سرعت متحرک ما ده متر بر ثانیه و ثابت هم هستن خب این به چی معنایه؟ به این معنایه که در هر ثانیه متحرک شما به اندازه ده متر تغییر موقعیت میده یا یک مثال بزنیم میگه که یک تیاره مثلا سرعتش هستن هشتاد کیلومتر بر ساعت خب به چی معنا میتونه باشه؟ به با این معنایه که در هر ساعت ده هر ساعت این تیاره ما به اندازه هشتاد کیلومتر تغییر موقعیت میده پس این حواستان باشه در مسئله ها از این استفاده میکنیم حالا در ادامه مسئله هایی که حل میکنیم شما میبینید معادله حرکت مستقیم الخط منظم به چه قسمیه؟ معادلهش همون معادله سرعته که ما در جلسه قبل یاد گرفتیم به صورت x مساوی با v ضرب در t می باشه خب به تخته نگاه کنید اجزای این معادله رو با همدیگه یک بررسی داشته باشیم معادله ما به چه قسم بود؟ x مساوی بود با v ضرب در t x چیه؟ x تغییر موقعیت یا موقعیت جسم مایه پس میگیم این موقعیت به ما نشان میده که بر اساس متر هم هست دیگه وایدش متره حالا در کتاب برای شما با دی نمایش داده فرقی نمیکنه ما چون حرکت روی محور x میخوایم بررسی کنیم میگیم با x نشان میدیم وی چیه؟ وی سرعت واحدش چیه؟ واحدش متر بر ثانیه یه هم که زمان یا وقتی مایه که واحدش چیه؟ واحدش ثانیه است یه هم که واحدش متره پس این معادله معادله که ما در حرکت مستقیم الخط منظم از این معادله استفاده میکنیم چند تا مثال با هم دیگه از این معادله حل کنیم تا یاد بگیریم که چی کنم مسائل قسمت با هم دیگه حل کنیم خب مثال با هم دیگه بررسی کنیم شاگردای عزیز به تخت نگاه کنید ما مثال حل میکنیم خب مثال چی گفته؟ گفته موتری با سرعت ثابت در حال حرکت خود سوال به ما گفته که سرعت موتر ثابته اگر در زمان دو ثانیه پس زمان ما ما داده میگیم که t مساوی با دو ثانیه در موقعیت 50 متر باشه پس موقعیت یعنی x هم به ما داده 50 متر دیگه سعی شد گفته است سرعت موتر را دریافت کنید یعنی مجهول ما در این مسئله چیه سرعت که با v نمایش میدیم خب حالا چه قسمی حل کنیم میگیم که معادله ما چه قسمی بود x مساوی بود با v ضرب در تی خب ما ایکس داریم ایکس ما چنده؟ پینجایه جای میکنیم وی یا سرعت مجهول برای ما دیگه وی را میذاریم ضرب در تی زمانی ما چقدر؟ دو ثانیه پس دورم قرار میدیم از این رابطه میگیم که وی ما برابر میشه با پینجا تقسیم بر دو که برابر میشه با بیست و بر ثانیه این شده از حل ای سوال ما خب سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم شاگرد عزیز گفته محمد طول دیوار احاطه خانه خود با سرعت ثابت دو متر بر ثانیه در مدت 160 ثانیه تای میکنه فاصله ای که محمد تای میکنه چند متره پس سوال یک بار دیگه ببینیم محمد یک طول دیوار تای میکنه با سرعت ثابت اینجا گفته به ما سرعتش هم دو متر بر ثانیه زمانش هم 160 ثانیه گفته او فاصله که محمد تعیین میکنه رو برای ما دریافت کنیم بریم این سوالم با همدیگه حل کنیم ببینیم که چه قسمی حل میشه خب اطلاعات مسئله رو می نمیسیم. گفته که سرعت ثابت محمد دو متر بر ثانیه پس میگیم که وی مساوی میشه با دو متر بر ثانیه زمان هم گفته 160 ثانیه پس میگیم که تی ما برابر میشه با 160 ثانیه فاصله ای که محمد می میکنه چند متره از اینجا مفاهم که x از ما خواسته شده دیگه پس معادله رو نویسیم x مساوی بود با v ضرب در t دیگه جایگذاری رو انجام بدیم x مجهول مایه پس نویسیم v سرعت ما دومیت بر ثانیه و زمان هم که 160 ثانیه هست خب ضرب انجام میدیم دو صفر صفر دو ضرب در شش دوازده هم یعنی که برابر با سه میشه پس میشه سه و بیست متر این فاصله ای که محمد با سرعت دو متر بر ثانیه در یک سد و شست ثانیه میکنه سوال بعدی رو ببینیم این سوال خیلی سوال مهمیه خوب حواست بگیر خوب فکرت جمع کن که سوال ما چه قسمه حل میکنیم سوال نکته داره شاگرد عزیز خب سوال با هم ببینیم گفته که دو تا موتر A و B به ترتیب در هر ساعت 80 و 100 کیلومتر را تعیین میکنند اگر موتر A مسافتی را در 6 ساعت تعیین کند موتر B همین مسافت را در چه مدتی تعیین میکنه مثلا اگه خورده پیچیده شده دیگه یک بار دیگه میگیم دو موتور داریم A و B هر کدام در هر ساعت 80 و 100 کیلومتر را طی میکنه اینجا یک نکته داره نکته شیر ما در اسلایت های قبلی به شما گفتیم دیگه چی بود نکته؟ گفتیم اگر متحرکی با سرعت ثابت وی متر بر ثانیه حرکت کنه ای به این معنایه که در هر ثانیه به اندازه V تغییر موقعیت میده یه هم همونه گفته در هر ساعت حواست باشه در هر ساعت 80 و 100 کیلومتر طی میکنه در واقع اینجا شاگردای عزیز و ما سرعت داده دیگه سیسته سرعت در قالب یک جمله به ما داده پس بریم سوال با همدیگه دیگه حل کنیم روی تخت سیاه با ما همراه باشید خب اطلاعات مسئله رو مینویسیم دو متر داریم A و B من متر A اینجا مینویسم اطلاعات چرا متر B بیرم هم اینجا مینویسم خب گفتم متر A و B به ترتیب در هر ساعت 80 و 100 کیلومتر تعیین می‌کنه در واقع گفتیم اینجا به ما سرعت رو داده دیگه پس سرعت متر A ما برابر با 80 کیلومتر بر ساعته و اینجا می‌نویسیم کیلومتر بر ساعت و متر B ما سرعتش هستن وی بی برابر است با 100 کیلومتر بر ساعت پس مستقیم سرعت نداده در قالب یک جمله گفته چون ما نکتهش رو گفتیم اینجا فهمیدیم که اینجا به ما سرعت داده اگر موتر A مسافتی را در 6 ساعت طی کند پس زمانم داده به ما میگیم که تی برای موتر A برابر با 6 ساعته موتر B همین مسافته وقتی که میگه همین مسافت یعنی مسافتی که موتر A طی کده با مسافتی که موتر B طی کده با هم دیگه برابرن دیگه سیستا گفته متربی همین مسافت رو در چی مدتی تعیین کند؟ پس زمان برای متربی مجهول دیگه شما اگه اطلاعات نگاه کنید میبینید که x به ما نداده ولی ما میفهمیم که چی گفته گفته که متربی همین مسافت تعیین کنه یعنی مسافت برای هر دو اینها با هم دیگه برابرن این چه قسمی حل کنیم شاید عزیز خب فرمول یادتون هست دیگه فرمول به چه قسم بود گفتیم x مساوی بود با وی ضرب در تی که برای هر کدام جداگانه می نمیسیم. حالا وقتی میگه که متر مسافت متر بی و مسافت متر ای با هم دیگه برابره ما از استفاده هم میکنیم می, کنیم. می چی؟ می که x بی ما با x ای ما با هم دیگه برابره چرا برابر چون هر دوش یک مسافت تایی کرده حالا جایگزاری ها رو انجام بدیم طبق این معادله بجای جای x b قرار میدیم v بی t بی پس اینجا قرار میدیم v بی ضرب در تی بی مساوی بود بجای جای x a چه قرار میدیم همین رابطه رو را جایگذاری میکنیم میگیم که v a t a دیگه صحیح خب حالا جایگذاری رو انجام میدیم v بی سرعت داریم 100 t b مجهوله سرعت وی ای ما هشتاده و زمان هم برای متر ای ما 6 ثانیه 6 شش ساعته ببخشید شش ساعت خب از اینجا مشهول خود حساب میکنیم دیگه کاری نداره از این حالت من ای این بالا می که جایی ندارم خب از این حالت شما می که تی بی ما تی بی مساوی میشه با 80 ضرب در 60 6 80 ضرب داره. 6 بر 100 دیگه 100 خب حالا اگه حاصل از این حساب کنید شاید عزیز میگیم که یک صفر از پایین با یک صفر از بالا خط میخوره 8 ضرب در 6 میشه 48 تقسیم بر 10 میشه 4 اشاریه 8 دهم ساعت شد زمان متر بی ما دیگه پس سوال حواستون باشه که چقدر سوال نکتداری بود خب اگه سوال خوب یاد گرفتین که ما چه قسمی حل کردیم یک سوال به عنوان کار خانگی برای شما در نظر گرفتیم که این سوال شما حل کنید به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید خب سوال با هم دیگه ببینیم گفته که دو تیاره با سرعت های ثابت 600 و 800 کیلومتر بر ساعت به طور همزمان فاصله 1200 کیلومتری را می میکنند تیاره سریعتر چند دقیقه زودتر میرسه؟ پس دو تا تیاره داریم یکیش سرعتش 600 ها, یکیش 800 ها. به طور همزمان حرکت میکنند فاصله هم که طی میکنند 1200 کیلومتره خب گفته تیاره ای که سریع تر هسته چقدر چند دقیقه زودتر به مقصد میرسه این سوال حل کنید و برای ما روان کنید اما دو تا موضوع دیگر رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم ما باید گراف های حرکت مستقیم و خط منظم یاد بگیریم اولین گرافش گراف سرعت زمان شاگرد عزیز خب گراف سرعت زمان به قسمه شما شکلش رو میبینید به صورت یک خط افقی دیگه محور عمودی ما محور سرعت محور افقی ما محور زمانه چون سرعت ما ثابته این گرافی که رسم میکنیم به صورت یک خط افقیه مثلا سرعت ما 5 متر بر ثانیه 10 متر بر ثانیه و اینا که ما رسم میکنیم به صورت یک خط افقی هست دیگه پس این میشه شکل گراف سرعت زمان ما اما یک گراف دیگه هم داریم گراف موقعیت زمانه خب گراف موقعیت زمان به صورت یک خط با میل ثابت دیگه گفتیم که در حرکت مستقیم الخط منظم متحرک ما فاصله های مساوی را در اوقات مساوی تعیین میکنه پس اگه بخوایم گراف از این رسم کنیم یعنی روی محور عمودی ما تغییر موقعیت داشته باشیم و روی محور افقی زمان داشته باشیم این وقتی رسم میکنیم میره به صورت یک خط با میل ثابت میشه بعضی گراف ها هم با هم دیگه. یاد گرفتیم شاگردای عزیز و نازنین درس امروز ما خلاص شد ما در رابطه با حرکت مستقیم الخط و حرکت مستقیم الخط منظم با شما صحبت کردیم خب اگر سوالی دارید در این رابطه در رابطه با درس امروز ما انتقاد یا پیشنهادی دارید به شماره 2964 780 255 4013 برای ما روان کنید تا جلسه بعد خدا نگهدارتون